رابطه با این داستان امروزمونه، ولی کلن این یک دیدی هست که ما قبلا با اون عدم قطعیت بهش اشاره کردیم و مولانا مثلا در دفتر سوم یه جایی میگه ای قراری داده ره را گام گام، خام خامی خام خامی خام خام. یعنی این که هر چی هم ما سعی کنیم هر قدممون رو قرار بدیم، یعنی یک ترتیبی اتخاذ کنیم که مطابق خواسته ما پیش بیاد. در مصرع دوم میگه اینها همش نشانه خامی است. خب برگردیم به دفتر دوم و داستان خودمون. میگه صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقر ان یعی کفرن یبیر. صوفیان دستشون از دنیا کوتاه بود، خیلی استطاعت نداشتن، تقصیر بودن. یعنی این تقصیر از قصور میاد، منتها ما الان تقصیر رو به عنوان یک چیزی که خطایی که ما مسببش هستیم به کار میبریم، ولی خب کلن میشه اون کوتاهی هایی که به ما اعمال میشه، حالا یا اشتباه خودمونه یا دیگه این چرخ روزگار اینطوری چرخیده. میگه این صوفیان هم اینطوری بودن، خیلی تقصیر بودن، یعنی دستشون کوتاه بود، به همه چی نمیرسید و فقیر بودن. مصرع دوم یک حدیث فکر میکنم از پیغمبر، کاد فقرون یعنی نزدیک است که فقر ان یعی یعنی بیاید یا بیاورد در بر بگیرد کفرن یبیر، یک کفر مفرد یا مهلک رو. چی بود این حدیث؟ پس میگه هر جا فقر باشه هیچ تعجب نکنید اگر کفر هم اونجا پیدا بشه. کفر یعنی نه اینکه ربطی به دین و اینا نده، کفر یعنی پوشانده، یعنی یک چیزهایی بر ما پوشیده بمانه به واسطه اون فقرمون. بتا فقر که باشه ما احساس نیاز میکنیم و این نیاز در ما خواهش و خواسته تولید میکنه، اون خواسته ها هست که چشم ما رو میبنده و پوشش میده به همه چیز. کفر یعنی پوشانده شده. ای توانگر تو که سیری این مخند، بر کجی آن فقیر دردمند. عرض میکنم این بیت حالا چیه، فعلا ازش میگذره. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتند آن همه. که از ضرورت هست مرداری مباه، بس فسادی که از ضرورت شد سلا. خب میگه این قبلا گفته بود این صوفی هایی که تو اون خانقاه بودن دستشون خیلی بسته بود، تنگ بود، تنگ دست بودن، بس از سر تنگ دستی و تقصیر آن گروه صوفی رمه، یعنی گروه به آدم هم گفته میشه. الان فقط ما به رمه به این گله گوسفند میگیم. پس اون گروه صوفیان هم از تنگ دستی
خرفروشی در گرفتن، یعنی تصمیم گرفتن این خر اینو ببرن بفروشن. بعد میفرماید که از ضرورت هست مرداری مباح، یعنی در صورت نیازمندی حتی کارهایی که مباح هست آدم انجام میده، مثل خوردن گوشت مرده. خوردن گوشت مرده، خب حالا نمیدونم من اون حکم فقهیش چیه، ولی حالا حرام نباشه حداقل مباحه. ولی در تنگنا که باشه کسی میخوره. و بس فسادی که از ضرورت شد صلاح، یعنی ضرورت اگر ایجاب کنه خیلی از این کارهایی که ما اسم فساد روش میذاریم ما خودمون انجامش میدیم. حالا اون بیتی که پریدم میخونیم، در اصل از نظر منطقی اون بیت باید اینجا میومد که ای توانگر تو که سیری هین مخند، بر کژی آن فقیر دردمند. خب معنای این بیت اینه، میگه تو که سیری به گرسنگی اون فقیر نخند. خب این هیچ چیزی نداره، شاید منظور مولانا اینه، میگه تو وقتی سیری نمیفهمی اون گرسنه فقیر چه حالی داره، پس اون کاری که او داره میکنه که این خر اینو میبره میفروشه تو نمیتونی درکش کنی اگه تو سیر باشی. خیلی از این کارهایی که ما الان فکر میکنیم که نخواهیم کرد هیچ وقت، اگر ضرورت بیفته خواهیم کرد. حرفش اینه، ما تا وقتی در ساحل امن و آسایش وایسادیم از این فتواها صادر میکنیم، یعنی بیشتر فتواهایی که صادر میکنیم مال اون جایی است که ما وایسادیم. اگر دست روزگار ما را از اون جا برداره بذاره یک جای دیگه، چه بسا ما هم همون کارها رو خواهیم کرد، چه از نظر قدرت چه از نظر هر جوریش حسابشو بکنیم. ما الان به دیکتاتورا به یه چشم حقیر نگاه میکنیم، بگذاریم که اونا به ما به مراتب با چشم حقیرانه تر نگاه میکنن، ولی الان مثلا خیلی راحت ما در مورد همه این مسائل نظر میدیم، فتوا میدیم. ولی اگر ما جای اونها بودیم چه بسا که همون کار رو میکرد، و درود به شرفمون اگه بدتر از اون نمی کردی. اینها رو بذارید پیش اون عرایزم از حقیقت، چون ما وقتی که صحبت میکنیم به خصوص در مورد شخصیت های گذشته خیلی راحت به خودمون اجازه میدیم که یک نتیجه گیری قطعی بکنی از همه چیز. این اون حقیقت، این اون گاو اون روستاییه. ولی خوب که نگاه کنیم میبینیم تمام اون دیکتاتورها تو همین دنیا دیکتاتور شدن. حالا دیکتاتورها رو نگیم، آدمای خوبش هم همون تو. حالا حقیقت چی میشه؟ حقیقت اون میشه که هیتلر و گاندی یکی بشن،
نزد ما. میبینید چطوری الان به تمام مسائل اخلاقی داره حمله میشه توسط همین حرف بنده. پس میگه مولانا ای توانگر که الان دستت به دهانت میرسه و سیری، مخند، یعنی قضاوت نمیتونی بکنی کجی آن فقیر دردمند رو.